آخوند حسن روحانی روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت در مراسمی تحت عنوان گرامی داشت روز مددکار عباراتی به کار برد که تأمل برانگیز است. روحانی گفت بیکاری تنها بیپولی نیست، بلکه آغاز ده‌ها مشکل و گرفتاری است. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از اعتیاد، اختلاف، جرائم و بزهکاری‌های متنوع و جدایی‌ها و طلاق‌ها از بیکاری‌ها نشأت می‌گیرد و آغاز می‌شود. رئیس جمهور نظام آنچنان از فجایع دامنگیر جامعه ایران در حکومت آخوندی حرف می‌زند و جانماز آب می‌کشد که گویی خود از کره مریخ آمده است. انگار نه انگار که او از بد به پیدایش این نظام از بالاترین مقام‌های تصمیم گیرنده آن بوده و خود در به وجود آوردن این وضعیت نقش داشته. روحانی با اشاره آشکار به جماعت موسوم به دلواپسان سعی کرد همه کاسه کوزه ها را بر سر باندهای مخالف خود در درون رژیم بشکند. وی آنها را عده‌ای توصیف کرد که به نام ایستادن در برابر قدرت ها و ابرقدرت ها جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند. انگار نه انگار که خودش سالها همین عربده های ضد استکباری را سر می داده و حتی دو روز پیش از این سخنان هم مجدداً همان شعارها و عربده های دجالگرانه را تکرار کرد. باید از این شیخک شیاد پرسید اگر جرائم و بزهکاری ها و سایر ناهنجاری های اجتماعی ناشی از بیکاری است، چگونه است که بر اعدام های جمعی که روزمره صورت می گیرد صحه می گذارد و اعدام را تنها عنوان قانون خدا و قانون مجلس که متعلق به مردم است مورد تایید و تمجید قرار می‌دهد. تنها فرق او با سایر دشخیمان عمامه به سر از باند مقابلین است که دجال‌تر از آنهاست و می‌گوید اعدام بکنید، اما محکوم را که پای چوبه دارید نزنید و ناسزا ندهید. روحانی در همین سخنرانی در حالی که با دجالگری می‌خواهد خود را آشنای درد مردم جلوه بدهد، از امید و آرزوی پدر و مادرها که بچه‌های خود را بزرگ می‌کنند، آنها را به دبستان و سپس به دبیرستان و دانشگاه می‌فرستند، اما وقتی دست آخر با بیکاری این فرزندان مواجه می‌شوند و به جای آن خوشحالی، نشاط و لبخند، در حال حاضر دنیایی از غصه بر دلشان سرازیر می‌شود که چه کنند؟ آخوند شیاد هیچ به روی خود نمی آورد و به این سوال جواب نمی دهد که آیا این 700 نفری که در زمان ریاست او اعدام شدند خانواده نداشتند؟ آیا خانواده های آنان با هزار آرزو و امید آنها را بزرگ نکرده بودند که در پیری عصای دستشان باشند؟ آیا آنان جزو جوانان این ملت و از سرمایه های انسانی این مردم نبودند؟ آیا اگر به آنان فرصت حیات و بالندگی داده می شد شکوفا نمی شدند؟ اگر بحران لاعلاج بیکاری واقعی است که هست و علت اصلی ناهنجاری هاست، مسبب آن کیست؟ آیا جز تمامیت همین رژیم سراپا فاسد آخوندی؟ آری، سراپای این نظام فاسد است و با حرافی و بازی با کلمات نمی شود آن را بزک کرد و سرنگونی نجات داد. کار از این چیزها گذشته و اظهارات شیادانه روحانی تنها این ضرب المثل را تداعی می کند که دیگ به دیگ می گه رود سیاه.